سلام رفقا، چطوری؟ حالا احوالتون میزونه؟ ایشالله سلامت باشین و هرچی درد و بلا هست بخوره تو کاسه سر عزمای فلک زده. جدیدترین اکتشافات نظام شنیدین؟ نشنیدین ای بابا؟ اکتشاف بزرگ قرن که توی نمایشگاه ارائهش کردن، ملاحظه بفرمایین. بقایی هامانه، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، در آیین گشایش نمایشگاه دستاوردهای حقوق بشر کشورمان گفت: ارتقای حقوق بشر رکن ذاتی انقلاب اسلامی است. نمایشگاه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر که در قالب 40 پوستر، اسلاید و کتاب محتوی پیشرفت‌های کشورمان در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر در حوزه حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌های مذهبی، پاسداشت تنوع فرهنگی و قومی، حقوق معلولان تنظیم شده است، به مدت 5 روز دایر خواهد بود. بیا خوب شد ذات نظام رو هم فهمیدیم چیه. ببینم پوستر سنگسار رو هم تو اون 40 تا پوستر گذاشتن. اعدام با جرسقال چطور؟ اونم اعدام کودکان. پوستر شکنجه چی؟ خب حالا نتیجه چی شد؟ بشنوین از زبان ممجوات لاریجانی، تئوریسین اعدام و شکنجه. محمد جواد لاریجانی، مدیر کل شورای عالی حقوق بشر کشورمان، در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: کشورهای حاضر در این نشست از تلاش‌های ایران برای کاهش فقر و ایجاد توسعه اقتصادی، اجتماعی و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای کاهش مجازات اعدام و حبس ابد برخی مجرمان با شرایط خاص قدردانی کرد. دی خود گویی و خود خندی، عجب یاروی هنرمندی. اتفاقا منم که داشتم تو توییتر میچرخیدم یه نمونه از قدردانی ها رو دیدم، ملاحظه بفرمایین. برگزاری نمایشگاه جدید حقوق بشر به وسیله جماعتی که برای شما سرکوب زنان، اعدام کودکان، عدم تحمل مذهبی و جنایت علیه بشریت آنقدر زیاد که نمی‌شود آن را لیست کرد و ارمغان آورده است. این یک شوخی نیست؟ با کمال حیرت، این ریاکاری بی‌شرمانه توسط یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان انجام شده است. بله، این هم از قدردانی بین المللی از نمایشگاه حقوق بشر، اونم توسط نظام ولایت فقیه. اما ملاحظه بفرمایید که درد اصلی نظام از کجاست؟ محمد جواد لاریجانی در انتقاد از نحوه عملکرد گزارشگر ویژه اظهار کرد، اما او گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران دیدگاه‌هایی را ترجیح می‌دهد که از مجاهدین خلق دریافت می‌کند و متاسفانه برخی اروپایی‌ها مانند لندن و برلین و آمریکا از آنها میزبانی کرده و برخی پایتخت‌های دیگر اروپایی به مأمنی برای آنها تبدیل شدند و آنها تبدیل به مشاوران اصلی او شدند و نظرات آنها در دهان گزارشگر ویژه گذاشته می شود. لاریجانی با اشاره به این که ما در ایران قربانی تروریسم هستیم ادامه داد: این گروه در ایران دست به ترور زده و 17,000 نفر را ترور کرده است. وای جیغ اصلی نظام از مجاهدینه که همه جا دستش رو رو میکنن. از اتمی گرفته تا منطقه حقوق بشر. ای والا به مجاهدین که نظامو از همه طرف محاصره کردن و جیغ و دادشو به آسمون رسودن. میگم اوزی یه خیتی درست حسابی بالا آوردی. دوستان عزت زیاد. با آقای موشکا